تهران شهر بزرگیه. همین که پایتخت و معمولاً بیشتر از شهرهای دیگه بهش میرسن و همین که توی شهر به این بزرگی هم میشه قایم شد و هم معروف. هر هفته توی شهر یه خبری هست. یک تئاتر خوب یا یک کنسرت جالب. جمعیت تهران الان حدوداً 14 میلیون نفره و تعداد زیادی از دانشجوهای دانشگاه‌های تهران از شهرستان‌های مختلف ایران اومدن اینجا که درس بخونن. اونا شهرهای امن و خانواده‌هاشون رو ول کردن و دنبال آرزوهای کوچیک و بزرگشون بلند شدن اومدن اینجا. امروز روز بزرگیه براتون نه؟ آره، امروز قرار 5-6 نفر رو ببینیم. مریم هستم، از قم اومدم و 21 سالمه. الان سال سوم ریاضی هستم. دوست دارم خونه جای خلوتی باشه که بتونم درس بخونم و شاگرد خصوصی بیارم که تدریس کنم، مخصوصا روزای تعطیل جمعه ها. مادرم ماهی یه بار به هم سر میزن و 3-4 روزی هم میمونه. ببخشید یه لیوان آب لطفا. مادرم خیلی مذهبی و سختگیره، برای همین وقتی که میاد ما نمیتونیم موسیقی گوش بدیم یا اینکه مهمون داشته باشیم. البته روزایی که مناسبت مذهبی هست من خودم هم ترجیح میدم که تو خونه موسیقی پخش نشه. چی شد پس؟ چی بگیم آخه؟ عرفان دو ماه پیش تقریبا یک ماه بعد از باز شدن کافه یه روز به عنوان مشتری اومد و بعد از اینکه نوشیدنی سوم رو سفارش داد به کافه شلوغ نگاه کرد و گفت کمک لازم ندارین؟ وقتی بهش گفتم که اینجا اخیراً باز شده و الان بودجه نداریم گفت که پولش براش مهم نیست، دوست داره با آدمهای جدید آشنا بشه. این حرفش خیلی جالب بود چون عرفان خیلی کم حرفه و آروم، خیلی از خودش حرف نمیزنه اما معلومه که پشتش به یک جای گرمه، هم خوشپوشه و هم با معلومات. فقط فکر کنم ساعت خوابش به وقت تهران تنظیم نیست که معمولا دیر میاد. میشه یه رمز بذاریم از هر کسی خوشمون نیومد اینجوری نمونیم چی بهش بگیم؟ من خجالت میکشم تو روی مردم بهشون بگم نه. فکر خوبیه، میشه از زیر میز بذاریم به پای هم یا مثلا سرفه کنیم یا دستمونو بذاریم رو گوشه چپمون. همون زیر میز از همه بهتره، سرفه کردن خیلی جالب نیست، مردم فکر میکنن ما مریضیم. من به پیشنهاد پدر مادرم دنبال همخونه میگردم. اونا خیلی دلشون میخواد که من همخونگی با آدمای دیگر رو تجربه کنم. البته منطقه خونه خیلی برام مهمه چون هر دو سه هفته یه بار پارتی خونه منه. پارتیامون تا صبح طول میکشه. البته خیلی خوش میگذره. خوشحال میشم شما به جمعمون بپیوندین. البته دو سه بار ریختن و توی پارتی گرفتنمون. ولی پدر مادرها اومدن و پول دادن و به خیر گذشت. برای دانشگاه یه ذره بد شد. ولی مامان گفت نگران نباش، اونم با پول حلش میکنی. من دانشجوی معماری هستم، سال چهارم. ولی به خوندن علاقه خیلی زیادی دارم. الان کلاس آواز میرم و برای یه بند زیرزمینی میخونم. عطرش که برای میگرن من مثل سم میمونه. فکر کن پلیس هر دو هفته یه بار بریزه تو خونه، چی میشه آخر عاقبتمون؟ خدا رحم کنه. آره فکر کنم خیلی خوششون اومد از من. بهشون گفتم اگه خواستن کلاس خصوصی ریاضی با من بگیرن، بهشون تخفیفم میدم. سلام ایده جان. سلام، خوشبختم، بفرمی. مرسی. اهل تهرانم اما یکی دو سال جدا از خانوادم زندگی میکنم. دوستم برم خارج برای درس خوندن، اگه شده از روی پذیرش گرفتن. هفته سوم برم کلاس زبان فشرده انگلیسی توی باشگاه مربی ایروبیکم. زمستونا معمولا آخر هفته ها میرم دیزین برای اسنوبوردینگ. موسیقی پاپم خیلی دوست دارم، کلا منو موسیقی جدا نشدنی.
من میرم بیرون یه هوا میخورم و میام. میخوای یکی دوتا روزنامه بگی بیار؟ میگن بیخبری خوشخبریه، ولی اگه روزنامه میخوای برات میگیرم. من 22 سالمه و حدودا 3 ماه که اومدم تهران که در کلاس کنکور شرکت کنم. کتاب خوندن رو خیلی دوست دارم، ولی برای کنکور آماده شدن یه چیز دیگه است. پدر و مادرم اصرار عجیبی دارن که دندان پزشکی بخونم. هم خواهر و هم دو برادرم هر سه پزشک هستن و به نظر میرسه این تنها رشته‌ایه که برای خانواده من مورد قبوله. البته من زیاد بدم نمیاد، ولی بار سوممه که دارم شرکت میکنم. پارسال پرستاری قبول شدم، ولی حاضر بودم که بیشتر درس بخونم که دندان پزشکی قبول بشم. این اولین باری که جدا از خانوادم زندگی میکنم. الانم خونه دایم ساکنم که یه جایی رو پیدا کنم که باب میلم باشه و زحمت از سر دایم کم بشه. ما 3 روز قبل از اول هر ماه کرایه ها رو جمع میکنم. پول تلفن خونه و آب و برق هم بین هر سه تقسیم میشه.